صرف شما در نظر بسید که وقت رو کنیدیم نکشی که این دو پایی چندی دوازده جایی خدا اجابت هر بکن که جان دارم شامده به تان بره ها نه نه خیلی بکن دیدم بارو تان صرف بده اتباقه این خوش نشده ها خوش قسم میداره رو بشه نه نگاه کنم این کنم تره تو خب با سلام و عرض ادب خدمت شما دانشجوی عزیز سعی میکنم که امروز اگر بشه چند تا تمرین از همون بخش اتحاد و تجزیه براتون بگیم و یه دو تا سه تا از تجزیه های یه خورده سطح بالاتر براتون بگیم. خب بچه ها صدای مونه داری نه من؟ بذارت ما میکروفون رو بزنم. بچه تو خونه صدای ما نداری نه من؟ خب امروز قرار ما اگه بشه چند تا تمرین برای تو عرض کنیم و همچنین دو تا سه تا از مثال هایی بزنیم که مربوط به همون تجزیه ها هست. دقت بکنیم مثلا فرض کنیم چنینچی دوما میده بگیم که x به توان مثلا 16 منهای 1 میگیم تجزیه بکنیم. خب بچه دقت بکنیم ما دیروز بحث تجزیه که دنبال میکردیم میگفتیم که هر عبارت جمعی که اسمش بشه اتحاد برعکسی دارن این برعکسش رو بشه میگفتن تجزیه. حالا داخل اون تجزیه اتحادها ما سه نوع اتحاد داشتیم که خدمتتون عرض کردیم و تجزیهشون هم گفتیم. اولی کاربر که سه جمله باید مطرح شد بچه الان دو جمله هست. خب مستمر دو جمله بود جمله مشترک هم سه جمله بود. پس الان تو چشمتون میبینه میبینی که دو جمله بیشتر نیست. بعد این نکته که داشتیم از ویژگی های تجزیه مستمر بود که یک دو جمله باشه علامت هاشو با هم فرق بکنه که الان همچی چیزی ما داریم و هر دوتش هم بتونن جذب بدن. خب الان همچی حالتی هست هم جذب میدیم به جاها هم دو جمله هم به جمله تفریقه. خب نگاه بکنیم خب اگر قرار ما اینه تجزیه بکنم دو تا پرانتز بازبسته میکنم خب بچه این چه کار بکنیم؟ جذب بگیریم. بچه توان وقتی جذب میگیره یعنی میارین از زیر رادیکال x به توان 16 میگیرسن اینجا میذارن دو این معنی جذب گرفتن دیگه. خب تو رادیکال هم اینو گفتیم اینو باید استفاده میکنیم میشه x به توان 8 یعنی x به توان 8 میگیریم. پس x به توان 8 بذارم اینجا x به توان 8 بذارم اینجا. حالا بچه این یکم میتونیم بسید یک بکنه شما بذاریم اصلا نمیسید که مهم نید درد نید میشه چی بچه میشه یک پس اینجا بذاریم یک اینجا بذاریم یک یه بار تفریر دوارم جمع. این تجزیه بود که اونجا درسی قبلی به تو گفتم. حالا بچه یه زمانی هست که ممکنه عبارت ما تجزیهش کنیم مجدد تجزیه بشه یعنی ممکنه دو بار، ممکنه سه بار، ممکنه چهار بار، ممکنه پنج بار، ممکنه ده بار دیگه بستگی به عبارت ما داره ممکنه تجزیه بشه، ممکنه تجزیهش کنیم. الان شما اگه نگاه بکنیم این دوتا خوشون تجزیه میشن اما این الان ما نمیتونم تجزیه کنم برای شما تو دبیرستان متوسطه دو براتون تجزیهش میتونم بکنم ولی الان نه تجزیه نمیشه ولی این نمیتونم تجزیه کنم. خب حالا سوال چرا این تجزیه میشه این تجزیه نمیشه؟ تجزیه کتاب شما چون دو جمله ای باید مزدوج باشه و چون مزدوجه علامت بین یا طوری بگیم علامت هاشو باید فرق بکنه ولی الان فرق نمیکنه پس ما کاری به اینا داریم یعنی این تجزیه دیگه نمیکنه فقط تنها موردی میتونیم تجزیه کنیم که بازم دو تا پرانتز برای همین باز میکنم میگیم دو پرانتز باز بسته کنیم بچه هم حتما آخری هم بنویسیم
یعنی آخری که ما کارش دارم دستش دار آفتن دیوار میکسمش. اما این یکی بازن در بگیرم میشه ایکسه چهار اینجا نم ایکسه چهار در یکی بگیرم میشه یک اینم میشه یک باز یک دفعه میکنم. خب مجردم چه قرار بکنیم این خود قرار تجزیه نشد این هم قرار میشه ولی این یکی میتونه تجزیه بشه. خب باز مجردم این تجزیه میکنم دو تا پرانتز برای باز بس میکنم ایکس چهار بکنم یک ایکس دو ایکس دو جذب یک جذب یک تفریه جمع حالا اون یک نامش بنویسیم باز مجردم بشه این یکی بازم تجزیه مستقرش میتونه باشه باز مجردم جذب ایکس دو میشه ایکس ایکس جذب یک یک این هم میشه یک منفی مستقر بشه دیگه تجزیه نمیشه حد آخرش بخشش میمیسیم میشه کلن تجزیه ایکس به طور نشون تو منایی خب بچه نگاه بکنه الان ما یک دو سه چهار پنج هشت تا پرانتز داریم که وقتی در هم ضرب میشن ایکس به طور نشون تو منایی طوری ما میسازن. خب حالا بچه تو خونه دقت بکنیم سوالی که میگیم این عبارتی که الان دارم زیرش خط میکشم همه بهم بگم این این بچه چند جمله‌ایه؟ بچه بگیم چند جمله کلا چند جمله‌ایه یا یک جمله‌ایه؟ با ما بگیرم این عبارت کلام و زیرش خط کشیده من این چند جمله‌ای بچه بگیم یا بگیم یک جمله‌ای؟ خب همه نظر بدن آقا همه نظر بدن چند جمله‌ای رضا فاتحی دیگه احمد رضایی چند جمله‌ای دیگه نوشاده چند جمله ای حازنچی چند جمله ای خب دیگه جمالی چند جمله ای چند جمله ای چند جمله ای چند جمله ای اشکان چند جمله ای خب چند جمله ای چند جمله ای چند جمله ای چند جمله ای بچه ها همه خراب گفتیم بچه ها دقت کنیم و زمانی که داشتم تک جمله ای ها را درس میدادم بچه این همه اینا به جون ضربه همه اینا به جون ضربه ما بحث این بود که همه اینا میشه چی؟ نگفتم تک تک بله تک تک میشه این دو جمله 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 خب ولی همه اینا منظوری که یه جمله حساب میشه یا چند جمله حساب میشه خب بچه همه اینا خوشون کلن میشه یه جمله درسته که هر یکی چند جمله ایه هر یکی دو جمله ایه ولی خب کل اینا میشه یه جمله یعنی چون به اینچون ضربه به عنوان یه جمله حسابشون میکنیم به عنوان دوتا جمله حسابشون رو به عنوان چند تا جمله حسابشون بکنیم حالا میتونه همه اینا به عنوان یه دو جمله هم حساب بشن ولی کلا میشه یه جمله یعنی ما عنوان یه جمله در نظرش میگیریم مثل که فرض کنیم مثلا ما یه مجموعه داشتیم میگفتیم آ مثلا یک 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 الی آخر میگفتیم مثلا اینجا یک میگفت آقا چند تا عدد داریم چند تا عضو داریم میگفتیم یه عضو داریم نمیگفتیم مثلا چند تا عضو داریم اما این نگاه بکنید همه به جور ضربه وقتی همه به جور ضربه با عنوان یه جمله بیشتر حساب نمیشه یعنی با عنوان یه عبارت حساب میشه تو ببینید یه عبارت بیشتر حساب نمیشه چند تا عبارت این حواس باشه این میشه چند تا عبارت با عنوان چند عبارت میشه خب پس دقت کنیم حالا ما همه اینا رو در هم ضرب کنم حتما به این میرسم پس بنابراین این عبارت ها کلا میشه با عنوان تجزیه ایت بتونه شما معنای یک اینو داشته باشه که مهم هست تو دیویدیوشن ازش استفاده میکنیم آقای حاجی زاده خب الان من پیام شما رو نگرفتم تجزیه می‌نویسیم
مثلا داریم ایکس به توان دو منای هفت ایکس به اضافه دوست. اینجا چی داری میسان؟ دو منای هفت پرانتز به اضافه دوست. اینجا چی داری میسان؟ دو منای هفت پرانتز به اضافه دوست. اینجا چی داری میسان؟ دو منای هفت پرانتز به اضافه دوست. داخل یک همزار آر به اضافه دوست. داخل یک همزار آر به اضافه دوست. داخل یک همزار سی منای دی. داخل یک همزار سی منای دی. داخل یک همزار ایس به توان سه منای دی. داخل یک همزار ایس به توان سه منای دی. خب، حالا این رو باید تجزیه کنم. چون همه اینا رو تجزیه کنم. خب، بچه تو خود دقت بکنید. چیزی که دارم میگم حواستون جمع بشه. ما داریم چی کار میکنیم؟ ما داریم این چهار تا عبارت رو تجزیه میکنیم. به ما گفته چهار عبارت تجزیه کنیم. بارهایی که راحته ما دیروز انجام داده بودم. یعنی میتونیم چی کار بکنیم؟ میگم آقا این میشه تجزیه جمله مشترک. دو پرانتز باز بسته میکنم. میگیم توان دو اینو برمیداریم. اینجا میذاریم ایکس، اینجا میذاریم ایکس. حالا دو تا عدد میخوایم که ضربشون به 12 بخوره جمع و تفریقش به 7 بخوره. خب حتما میگیم این 4 است. بله 4 است. حالا از لحاظ علامت بگیم به سطحی نگاه کنیم چه علامتی داره؟ عدد بزرگ رو اساس رو انتخاب کنیم. حالا بگیم منفی باید در چه علامتی ضرب بزرگ باشه مثبت؟ خطا که میگیم منفی. خب خوب نگاه کنیم. همه خوب نگاه کنیم. اگه چیزی در دست داریم یا اینکه به نگاه چیزی میکنیم نگاه نکنیم، نگاه کنیم اینجا. چون این ستا را میخوام بر مبنای هم حل کنم. یعنی این ستا را دقیقاً کپی باده. فقط نگاه کنیم اما این ایکسی که شما دارین در تومان دو میرسه تومان دو تو همون تومان دو کوه. اینجا نه ایکس تومان یک این هم تومان یک کوه. فقط بجا جی ایکس تو مقابل این نشسته. اینجا جی ایکس تو مقابل این نشسته. اومد جی ایکس تو این نشسته. پس تو برنامه کارن هم دارم بیرم نه؟ دو پرانتز باز بسته کنم اینجا هم دو پرانتز باز بسته کنم اینجا هم دو پرانتز باز بسته کنم. خب بچه قبل از اینه بازم ایکس ایکس حالا چی بزنم؟ مدینه ایکسش و ایکسش مثل هم بود حالا آقا اضافه بش مثل همه پس اینو بزنم آقا اضافه بش اینجا بزنم سی منعی بی اینجا بزنم ایکس سه منعی حالا اون دو تا رو تکرار کنم یعنی اول دادن نمیخواد تغییر بکنه منفی 4 منفی 3 منفی 4 منفی 3 منفی 4 منفی 3 اما بچه اینجا میتونم جمع تفریق انجام بدم یعنی میتونم بگیم x به توان 3 منای 5 چون هم علامت دیگه اینجا نمیگیم x به توان 3 منای 4 خب تعریف شد خیلی راحت تعریف شد یعنی بچه میخواستم اینو بگیم که اینا هم جمله مشترکه ما تو جمله مشترکه اونجا فقط ما پایی ایکس ایکس داشتم اینجا پایی آب اضافه بدم برای این فرق نمیکنه که پایی از چی باشه مهمی که شما بتونید تشخیص بین این عبارت شما جمله مشترکه تصویر کیا خرابه بچه ها؟ پرانتز همون بله دیگه بله پرانتز همون نقش ایکس داره پرانتز الان نقش ایکس شما داره من تصویر خراب تصویر تا خب چه تصویر اینجا ما بریم ما درست هست مشکلی نداره یه چند دقیقه نگاه بکنین شاید واقعا از نت تو باشه یکی مثلا حالا سیستم ممکنه یه خورده مشکل پیدا کرده در هر صورت الان تصویر برای ما خوب هست ما میبینیمش الان گوشی هم بهش باز کرده هم مشکل ایجاد نکرده خب الان عالی پس الان خوب بید. خب بچه دقت کنید یه وارد تکرار میکنم اونم کسی که ممکنه بعضی اینترنت چون خراب شده باشه هرچی بالا نگاه کنید این بالا ما جلسه کم میکنه خب
بشو ببینید ایکس دو بنای هفت ایکس بزرگ به 12 جمله مشترکه، یعنی اون مرد تو عدد پیدا کنم که ضربشون 12 چه جواب افکتش هفت میشه. خب من گفتم ایکس ایکس از کجا آمد که ماندو یه برداشت میگه، یا بگید ماندو یه برداشت میگه بگید ایکس رو تکرار کنیم فرق نمیکنه چه یه رو دو برم تکرار کنیم چه بگید تاره رو یه برداشت زیر تکرار کنیم پس باشه به ایکس ایکس. حالا بعد از گفتیم دو عدد میگه که ضرب 12 چه جواب افکتش هفت میشه 4 و 3 انتخاب کنیم. بعد گفتیم وسطی چه رقمی داره؟ منفیه. پس عدد بزرگو منفی انتخاب کردم. حالا میگیم منفی 4 بعد چه رقمی ضرب شده باشه مثبت؟ منفی. پس x منفی 4 x منفی 3 دست بردیم. بعد گفتیم چه نگاه کنیم اینجا وقتی x اینجا نه x خب توان دو تو منفی داریم اینجا نه توان یکه این پرانتزا نقش x داره به شما. پس اونجا که نوشیم x x اینجا نوشیم پرانتز کو یعنی توان دو که برداره آرازا به بازی به شما و گرده هم اکنه هم منای هفت شما داریم هم دوازفن داریم یعنی اگه این عدد یک سانه اون ایک سان تغییر کرده هیچ حرفی نمیکنه فقط اول از اون جهده تا ایک سکو اینجا آب اضافه به تکرار کنه دو دوتاش اینجا آب سه منای ده تکرار کنه دو دوتاش اینجا ایک سه منای یک تکرار کنه دو دوتاش نه هر اینجا هم دیگه هم منای چهار منای سه برای شو گذاشته مامنیم برای همه شو گذاشتم ولی اینجا من تنسان میگه جمع کنم منای منای چهار شد منای پنج اون نشد منای چهار حالا اینجا اونجا نمیدونه نه هر به این کسی شما نمیدونه باید در جمع تر پیش کنید به این صورت خودش نوشته میشه. نه با گوشی میگم نگاه کردم با این کاری این ندارم با گوشی هم که نگاه کردم علاقه که ما جمع کنار بود مشکلی نداشت. خب هم نگاه بکنیم من میخوام یه تجزیه دیگه برای تو بنویسم دقت بکنیم داریم کا به اضافه دی به توان دو منای سه منای ایکس به توان دو بچه میگه اینه تجزیه کن یا آیا به اضافه ام به توان دو منای سی و شیش یا ایکس به اضافه یک سوم به توان دو منای دو ایکس پنجم خب یکی ما بگی این کلن چند جمع که حساب میشه هر یکی مثلا بارایی چند جمع دیگه چهار بارایی چند جمع دیگه آقا هیچی معلوم نیست. خب پس آقای نوشایی تو میبینیش درسته؟ الان درست شد؟ خب آقای نوشایی تو میگو بله آقا مشکل از همون اینترنت خودمه چون اون نمیشه برای بعضی خوب باشه برای بعضی بد باشه مشکل از اینترنت خودمه ها که من زیاد بشه به هر صورت. خب نگاه بکنید ما الان نشستم بله مزرد هست. خب پس الان نگاه کنیم چرا این دو تا جمله هست این هم دو تا جمله هست این هم دو تا جمله هست علامت هاشو ببینیم علامت این طرف مثبت علامت این طرف منفیه این نشون میده که علامت ها فرق میکنن پس دو جمله داره این علامت ها فرق میکنه و توان دو شون رو ببینیم توان دو هم دارن یعنی جذب هم داره. خب پس ما میتونیم از دارش مثبت استفاده کنم بگیر الان ما با مثبت ستاشو تجزیه کنیم. خب نگاه بکنیم چیکار کنم؟ دو تا پرانتز باز بسته کنیم برای همین تو برای همین خب بچه توان دو کنن مرده یعنی جنس بگید از باش یه بار تو پرانتز اول بکنیم یه بار دو قسم دوش بکنیم بگید کار به اضافه دی
اینجا سمنایتیس کا به اضافه دی سمنایتیس. خب بچه ها حالا باید چه کار بکنیم؟ حالا باید در فایه یک چه ترسیب بذاریم یک چه جمع بذاریم دیگه. خب من میخوام مثلا اینجا جمع بذارم اینجا رو ترسیب بذارم. بچه اینه که ترسیب بذاریم حواستون باشه چون خوش دو جمعه یه پرانیت کچوک هم بگیم باز کنیم که این منفیه برای دفعش اثر کنه. اگه این منفیه نظریم مشکل ایجاد میکنه بچه ها حتما این منفی تکرار بکنیم. مثبت مهم نیست ولی منفی را تکرار کنیم. حالا اگه خاصی این منفی پرانتیز شروع داریم ولی اشکال نداره اون نظریم این هم بود این هم بود ولی بچه این منفی که حتما که این نوعه این حتما لازمه پس این روزون لازم اینا نه اینا نیاز نیست ولی میتونیم هم بذاریش. خب بری بعدا نمی اتفاق داره میافته شماره دو برمیدارم میشه ایه به اضافه ام کوچوک پرانتز منهای جذری میشه 6 ایه به اضافه ام کوچوک پرانتز به اضافه 6 مزدور شده دیگه. حالا این معنی توان دو هاشو برمیدارم کلن میشه ایکس به اضافه 1 3 پرانتز منهای 2 ایکس 5 پرانتز اینجا نه ایکس به اضافه 1 سه منهای اینجا میشه به اضافه یه دو ایکس پنج. خب حالا نگاه بکنیم بچه اگه کسی الان مشکل داره مشکل چه بگه تمام تکرار بکنم اگه کسی سوال داره سوال بکنه. اگه کسی سوال داره بچه سوال بکنه. تصویر رو نمیبینم. خب برکه که میبینن آقای فرید ولی برکه که مشکلی ندارن. شما تصویرتون مشکل پیدا کرده ولی خب برکه مشکل پیدا نکرده تو الان میبینم که داره بعضی هم مثلا آقای آجزه میگه آقا مزدوج هست بعضی هم میبینن. آخری رو دوباره بگو. آقای صالحی میگه آخری دوباره بگه. خب آقا نگاه بکنیم ما این توانه دو کار میدنم این توانه دو عمل میدنم یعنی از این طرف میدنم از این طرف میدنم یه بار اینجا میتونه یه بار اینجا یه بار اینجا میتونه یه بار اینجا بعد برای این دفاع من تو میزنم برای این دفاع مستد میزنم مستد میدنی توانه دو هاشه اصلا اینجا بگیم جرد اولی اینجا جرد دومی اینجا جذر اولی اینجا جذر دومی اینجا یعنی چی؟ یعنی جذر وقتی جذر میدونم یعنی چی؟ یعنی دارم توانه دوشو برمیدارم. خب یک چی دفاع را تفرق بزنید داره خب یک چی جذر میتونی این جذر بزنید این هر تفرق بزنید فرقی نمی کنید. آقای دوستگی الان توضیح دادم یه آخریه الان آخریه توضیح دادم نگاه کنیم به این یکی x دو من هم چهار x به اضافه چهار بچه های اگه این رو بخوام تعریف کنم هم بارش چون به مشترک تو تجزیه کنم هم بارش مربع جلسه قبلی که یاد گفتم هر مربع میتونه جمله مشترک باشه ولی هر جمله مشترک مربع نمیتونه باشه. پس میتونه بگیم جذر این میگیم اول میزنیم جذر چهار میگیریم آخر میزنیم علامت میگیرن میان تو وسط قرار میگیرن. خب حالا میخوام عین همین بسازم تا اینجاش ایکس نبود مثلا این آیه به اضافه بی به توان دو منهای چهار آیه به اضافه بی به اضافه چهار یا بگیم مثلا ایکس دوم به اضافه یک به توان دو منهای چهار ایکس دوم به اضافه یک به اضافه چهار یا بگیم رادیکال ایکس به اضافه یک به توان دو منهای چهار رادیکال ایکس به اضافه یک به اضافه چهار.
چه این نمونه رو دید تعریف داشت؟ خب آقا این یکی دقیقا کپی همینیه یا این ستا دقیقا کپی بالاییه، فقط شما ایکس تونو برداریم جه ایکس تون آواز آفه بریم آن بذاریم یه بایدی بذاریم یه بایدی بذاریم. خب همین کار رو کنیم. پس بیم پرانتز دوان دو. خب اولیش میشه آیا به اضافه بی به توان دو. خب اینجا توان دو شو برمیدارم چهار به توان که جرش رو بیرون شد دو علامه تن رو بسید تنیم این میشه برای 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 نمیتون ایکس دوان به اضافه یه چهار جرش بیرون شد دو یه تفریق چرا درمیشون این تفریق برای برای همین دو رادیکال ایکس به اضافه یک جرز رو چهار همشه دو تفریق بینش. خب چه اینه میتونی جمع تفریق کنید دیگه؟ یعنی این میتونی بگیم رادیکال ایکس منایه به تمام دو اینه میتونی بگیم پرانتز ایکس دوم منایه به تمام دو چون میتونی این دوتا جمع تفریق کنید بریم بالا اینه این هم از این رو یعنی ما برای مربع کنیسیم تجزیه به این صورت داشته بودیم. پس ما برای هر ستاش درست این کار رو انجام بدم. دقت کنید برای هر ستای اتحاد این درست هم این کار رو براتون انجام بدم. حالا با تو اگه کسی سال داره سال بکنم. آقا صفحه گفتم که همون اتحادها و تجزیه ها هست. مهم نیست که بفهمید چه صفحه‌ای هست. بس اتحاد رو تجزیه اتحاده. خب. اما چون تو فاکتورگیری ما چنین چیزی داریم. فاکتورگیری. میخوام الان مثال اتو بزنم از فاکتورگیری باشه. دقت بکنید. الان نگاه میکنم. آقای خدا فر بکنیم صفحه چند بسیم الان چه صفحه دقیقا 89 صفحه 89 هستیم بریم کندر این بحثی کنم داریم دنبال میکنیم. خب سر صفحه 90 الان سر صفحه 90 هستیم دقیقا سر صفحه 90. خب بچه تو کتابتون صفحه 87 رو نگاه کنید تو مو این تمرین رو این کادرکلاس براتون حل بکنم. نوشته محسن قصد دارد عوارض جراحی رو تجزیه کند. نوشته دقت بکنید عبارت رو بیه صفحه پس کجا هشتاده هفت چهار ایکس دو منای پرانتز هفت منای سه ایگرک به توانه دو. خب این اطلاعات هایی خب حالا بچه ها دقت کنید با ما بگید این چند جمله اول یکی اون بود چند جمله هست بچه های تو خونه دقت بکنید این چند جمله که ما نوشتیم؟ آفرین، اکرزن او دو جمله، فاتحه میگه دو جمله، جمالی میگه دو جمله، بله بچه دو تا جمله هست، آفرین. خب، حالا نگاه بکنید، این دو جمله هست، کیافش رو چی میاد؟ یعنی چه تجزیه میکنه باشه؟ الان نگاه میکنیم، 4x2 یه جمله هست، 7 منای 3 یه جمله هست، آفرین. این جمله به صورت مزدوج میده درش بره، چرا؟ چون دو تا جمله بیشتر نی علامت چون فرق میکنه و در اصل توان دو هم داره. خب حالا میخوام که چه از مزمن تجزیهش کنم اینه خیلی راحت از مزمن چون تجزیهش کنم. حالا نگاه بکنیم. خب دو پرانتز چه باز بحث بکنیم اول این دو پرانتز
خب یک چارج دو جرد بگیریم. خب این طبعا دو چیز میفته، جرد دو جرد میشه دو، میشه دو تا ایکس. هر اینجا میدارمش هم اینجا میدارمش یه. اما چون این یکی اگه میخوام جرد داشت میدارم باید تومان دو شو بردارم میگه. خب اینجا دارم هفت منای سیگره، اینجا دارم هفت منای سیگره. درخواه یه چه تفریق بذاریم یه چه جرد بذاریم. یا تو بس بکنم که تحقیق بذاریم دو جمله هست و حتی تو پرانداز باشه اینجا هم تو بذاریم. میتونید اینجا نذاریم چون جمع اشکال هم ندارم. خب به این صورت تحقیق میشه. خب یه ساده ترازیه نمیشه. چرا؟ چون دو ایکس و هفت و سی ایگر که نمیتونید جمع تحقیق بکنیم، پس به این صورت میتونید تکرار شد. این چه تجزیه؟ این عبارتی که اما گفته تجزیهش بکنیم. پس برای ما الان عبارت اونو چکار کردیم؟ تجزیه کردیم. خب بشه صفحه 85 شماره 4 رو میخوام حل کنم براتون. 85 شماره 4 اگه کتاب در دستونه باز بکنید. 85 شماره 4 رو براتون حل بکنم. دقت بکنید، 85 شماره 4 فرمول شماره 4 رو حل می‌کنم. گفته که به کمک اتحاد مربع دو جمله ای درستی تساویاتی را ثابت کنید. پس پرانتز x به اضافه y به توان 2 منهای پرانتز x منهای y به توان 2 مساوی با 4 x y. گفته این را ثابت بکنیم. بچه اولی ما اثبات بکنیم تا برسیم بعدش. خب این یعنی چه؟ خب الان خیلیتون میفهمید که باید چه کار بکنیم. بچه این اطلاع مربع هست، این هم اطلاع مربع هست، این را هم بکنیم، این را هم بکنیم. بعد این منطقی روی اثر بدیم آخر را جمع تفرید کنیم به این برسیم. خب شروع کنیم. مربع عربی میشه ایکس دو. بچه ها دارم اطلاع مربع باز بکنم آن جلسه فردی. خب مربع یکی بینه آخر هر دو شکل مثبت منفی نمیشه. حالا بگیم دو برابر، دو برابر عربی در دام میشه چی؟ میشه مثبت دو تا ایکس دیگره. این هر باشه اولی اطلاع شو باز کنیم. خب یه پرانتز دوش بکشیم منفی من تکرار بکنم. اون یکی همون باید اطلاع چه باز بکنیم. میگه مربعه اولی میشه x2، مربعه دومی باشه y2 مصبت. دقیق کنیم وقتی میگه مربعه چه منفی نخواهد شد. حالا بچه اینه دو برابر تو بکنم، چون یکیش مصبت یکیش منفی میشه منفیه دو تا x y. حالا این منفی باید اینا اثر کنن، اون هیچ کنش اثر نمی کنه. خوش میمیسم اما این اثر میشه منفی x2 به اضافه 2 x y منفی y2. یعنی تشعر این منفی روی اثر کرد، روی اثر کرد، روی اثر کرد. حالا اگه نگاه بکنیم میشه قرینه های هست کنار هم در اومده، یعنی x2 با منفی x2 میره کنار، این y2 با این y2 میره کنار. دو تا x y از اینجا میمونه، دو تا از اینجا میمونه که هم علامت هم. وقتی جمع شده بکنیم چه 4 تا x y و نهایتا ما به هم میرسیم. پس ما ثابت کردیم که سمت چپ اگه سادهش کنیم به سمت راست میرسیم. یه هر این قسمت بود. کیا فهمیدن این آها؟ اینو کیا فهمیدن؟ آها پس آقای اکبرزاده تصویر داره الان، درسته؟ بله تصویر. پس ببینیم بچه‌ها این تصویر که خط وصله اون از خودونه ها از اسکایروم اینجا نیم. خب بازم تکرارش بکنم، باز تکرارش بکنم، دقت بکنید. خب آقا قسمت اولیتون این یکی اطار مربع هست. خب چی میشه اطارش؟ میشه اولی به توان دو نایش میشه، میشه دومی به توان دو آخر نایش میشه. حالا اینه تو این زهر نکنید دو برابر بکنید. خب x y زهر در نمو بشه x y دو برابر میشه دو تا x y.
منفی گذاشتم به. حالا یکم مربی اولی میشه ایکس دو، مربی دومی میشه مثبت این دو. دقت کنید شاید منفی نمیمونه، اما بعدش که بدن حل میکنی یه توی ضرب بکنی میشه منفی، چون مثبت در منفیه. ایکس ایگرگ ضرب شد میشه دوباره شد تو ایکس ایگرگ. حالا این منفی که به قرار گرفته که همین علامت خوه باید روی اثر کنه، روی اثر کنه، روی اثر کنه. خب اینا کلمه میکنه منفی، اینا کلمه میکنه مثبت، اینا کلمه میکنه منفی. بعد این ایکس رو به من ایکس رو کلمه شونه کنار، این ایگرگ رو ایگرگ رو کلمه شونه کنار، یه دو ایکس رو چه من دیدم، این دو ایکس رو چه من دیدم، هم علامت هم اصلا وقتی جمع شو میکنیم شو چهار تا ایکس ایگرگ. تصویر ها براتون باز ضبط میشه، نگران نباشید. بچه اگر قسمت دوم بخوام حل بکنیم، آقای موسوی میدونم الان این برای ما فرستادی، ولی خب الان بعضی از دوستاتون تصویرشون درسته، ما الان باید چی بگیم؟ بعضی تصویر درسته، بعضی خرابه. خب اگر همه خراب باشه میگی خب شاید از اینجا باشه، ولی وقتی یه عدد درسته یه عدد خرابه، این بعد چی بگیم ما؟ نمیدونم. الان ما سوال میکنیم دیگه، آقای حاجی‌زاده تصویر چطور آقا؟ بریم تایپ کنم تصویر چطور آقای حاجی‌زاده؟ آقای حاجی‌زاده خب آقای حاجی‌زاده کلام میگو عالیه، چطوری آقای حاجی‌زاده عالیه برای شما خرابه؟ مگه میشه که نه اتفاق میفته که برای یه نفر خوب باشه برای یه نفر بد باشه؟ آقای آدازه الان خوب میفهمی این فهمیدی الان آقا؟ خیلی خوب، بس ما الان چیکار بکنیم؟ بچه ها ببینید الان خودتون داره میبینید، دوستاتون داره تایپ میکنن، میگه این تصویر عالیه، ما میبینیم میفهمیمش، به نظرتون ما چیکار بکنیم الان؟ خب آقای برمیر که میگه عالیه، آقای خواجه میگه ما نمیبینیم. خب مثلا آقای خواجه الان به نظر باید چطور بشه؟ میگه چه درجه های برد نصب کنم؟ وقتی یه عددتون داریم میبینیم یه عددتون داریم نمیبینیم، من الان چگار بکنم؟ در افتا ما دومی هم حل بکنیم آقا، دومیش بچه دومی داره چی میگه؟ میگه که ای به توان دو به اضافه یک روی ای به توان دو برابر با ای به اضافه یک ای آم به توان دو منهای دو و گفته ای هم مخالف صفر. کار این داشته بچه ها، این فقط من باید فقط گفت بگه اگه یکی شما صفر بزنه سه تحریف میشه، بخاطر همین گفته ای مخالف صفر. حالا بچه ما چکار کنیم؟ این هم ساده بکنیم ببینیم میرسیم به همین هم. خب بچه هم نگاه بکنیم، ما میتونم الان خود بگی برسنم ولی برای شما مشکل پیدا میشه، اما میتونم این خیلی راحت هم بگی برسنم. چرا؟ چون یه فرش باز کردنش آسان تره، بنابراین عرض واس رو برسن بچه قبلی از شب نسیدم به راس، حالا عرض واس رو برسن بچه. یعنی چی؟ یعنی بگم این باز رو کنم اون چه اتفاقی مفته؟ پس ای به اضافه یک ای آم به توان دو منهای دو، این هم باز اینه باز بکنیم اما سادش بکنیم برسیم بگیم. خب شروع میگم آنها جمعه عرب یه اتفاد مربع هست بگیم، جمعه عرب به توانه دو میشه ای، جمعه دومی به توانه دو آها میشه مثبت یکیش به توانه دو برسیم میشه یک، ای به توانه دو میشه ای دو. حالا میشه طرف دو برابر باشه، یعنی شما اول ای کنه زر در یک ای آن بکنیم بعد دو برابر بکنیم. خب این خیلی راحت به این ساده میشه دیگه، خود دو یکر میشه دو تا، پس میشه مثبت دو. بعد میشه الان مد اینه باز که دو نمیشتم یه منهای دو هم بعد از این اصفایی دو هم میرسی میشه خیلی برای کردی دو باید کلیگه میشه بچه همون میشه رسیدی آدو بزن دیگه آدو، یعنی اون رسیدی دیگه. پس یعنی چی؟ یعنی این کارمون درسته، از راست رسیدیم به چپ و درست هم به دستش بردیم.
خب بچه این ها از یک قسمت کن یه بار دیگه میشه بگی قبل دیتان خب آقا ما داریم اطلاع مراقع رو آقا کنیم دست راست رو نگاه کنیم این یکی این اول اینجا من از دفن اول برش میخوام بگم اگر این سال کنیم دیگه میرسیم خب اولی به توانه میشه آقا دومی به توانه دو میره آخر به توانه دو میرسیم یکی میشه بعد دو برابر این در اینا دو برابر دو ضرب در اولی ضرب در آخری خیلی راحت این ساده میشه چون این صورت داره ببینید مثلا که بشه صورت داره آقا میره کنار یه دوی میمونه که دو تو یک ضرب میشه دو اینا یه بسه یعنی الان چی که اینجا در آمون یعنی چی کار بعد تو این مناظره که از اون بوده ناشوش آخر حالا خب داری که پس که دو مراجع کردی هم اینا میره کنار پس چی میمونه؟ از اینجا آدو میمونه از اینجا یک روی آدو میمونه خب آیا این با این رو روی همینی؟ این همینه دیگه پس مصابق کنیم که دوتا شما هم برابره نه آخه خیلی کلاس تا آخر سال حضوری نیست هیچ کلاس حضوری نمیشه اینا دقت بکنیم بعد بالاخره با همه دیگه تا بکنیم حالا یه عده خودشون کلاس دارن کلاس میان میگیرن میرن جای کلاس یه عده هم بالاخره خودشون حضوری به طریق مثلا از طریق حالا فیلم هایی که براتون فرستاده میگه هر چی کار میکنن امتحان 100% حضوری 100% حضوری دقت بکنیم امتحان 100% حضوری یه فکری برای حالا خودتون بعدا بکنیم حالا میخواین کلاس بگیرین یا میخواین هر کاری بکنین در صورت امتحانتون تو پایان سال حضوریه اینجا باید حضوری امتحان کنید بگیرید الان معلومی که معلوم تر بکنی نه ولی دعا بکنی که خودم تر نکنم چون اگه کسی تر بکنه راحت تره متوسط تره سالا ما با توجه که داریم درس میدیم درسی که بگیم ساله تر بکنیم اینو دقت بکنیم یعنی ساله که الان شما دارم میمیستم همینا ترکیبی از سالات ما هست دیگه اینو دقت بکنین و باید بکنین آقا باید کار بکنین باید تلاش بکنین چطوری کار بکنم الان مثلا این سال الان چطوری ما کردیم چه همچه سال رو دارم نهر بکنیم میگه آقا سال رو بدیگه بایی برابره ما الان این کار انجام دارم این نمونه یکی از سالات مثلا خب متاسفانه یه گروه که کلاس داشتم سعی کردم کلاسشون رو حذف بکنم حالا در کل کسایی که کلاس دارن مثلا 7-8 گروه کلاس نهم دارن 15 گروه از کلاس متوسط 2 دارن برای صورت کار میکنن ولی خب یه گروه از مدرسه خودتون میگه متاسفانه کلاسشون نتونستم تا آخر ادامه بدن حالا به این طریق دیگه کلاسشون کنسل شد کردن خب در صورت تلاش بودیم نه کارتون آسونی چون انتخاب رشته در پیش داریم باید بالاخره تلاش بکنیم اگر ریاضیتون یاد پایین شما رشته خوبی نمیارین اصلش ریاضیتونه اینو دقت بکنیم ریاضیتون زیر 14 باشه نه تجربه میارین نه ریاضی میارین هیچ رشته از زیرکی نمیارین اینو دقت بکنیم خب حالا سوال بعدی داریم میگیم خب چه شماره 5 رو حل بکنیم شماره 5 قبل از اینکه شماره 5 رو حل بکنیم به تو بگیم که این شماره 5 هم دقیقاً مثل تجزیه‌ای که اول ساعت برای تو حل کردم از اونا هست خب الان کارش بکنیم دقیق بکنیم گفته که تجزیه کنیم صفحه 85 تمرین 5 صفحه 85 تمرین 5 گفته که 2x2 عدد 2x2
به اضافه 8 x 2 2 x متوانه 3 8 x 2 به اضافه 8 x بچه ها دقیق بکنیم خوب نگاه بگیم بنازیم آقا همه شما میتونن بر دو بخشی بشن پس یه فاکتور الان داریم یه فاکتور دو جنسی قبلی تو گفتم دیگه دو هشت هشت دو از همهش کوچکتره همه شما به دو بخش بزیره درسته؟ پس یه رو میتونه فاکتور داره بعد نگاه میکنیم یه ایکس عددی داریم یه ایکس عددی داریم یه ایکس عددی داریم خب کمش کمتر همشه این کمتر همشه چون توانش دیده پس بیز همشه یعنی ما دو ایکس من فاکتور گرفتم حالا دو ایکس زیری بذاریم زیر هم بذاریمش زیر هم بذاریمش اگر دو ایکسش ساده کنیم دو با دو ساده میشه بشه میره کنار اما ایکس با ایکس یه دونش کنه دو دیگر از دو میمونه پس این مثل ایکس دو خب این دو با هشت ساده میشه میشه مثبت چهار بچون ایکس با ایکس ساده که میشه یه دونه ایکسش میمونه هشت با دو ساده میشه مثبت چهار ایکس هم با ایکسش کلن داره کنم اما دقت کن مهمه دقت بکن اینه که زیرش خط کشیده بزرگتر بنویسمش x2 به اضافه 4 x به اضافه 4 خب بچه دو x بنویسم حالا یکی ما بگوی تجزیه چه اعتقادیه ایستگی بود تجزیه چه اعتقادیه آقای حاتمزاده بگو آفرین گفتم حاجزه رو بگو اکبرده جواب بودم خب آقا ایت در تجزیه داره مربع هست توان دو دو مربع داریم میشه ایس جمع رو چهاره بگیریم میشه دو علامه دو سته هم بزنیم این جمع شده بچه ما این همه رو چکار کردیم یک با روش فاکتور گیری رفتیم به این رسانیم بعد خود این عبارت را تجزیه مربعه پس هم فاکتورگیری شد هم مربع یعنی ترکیب از فاکتورگیری مربع ما انجام دادیم تا این عبارت تجزیه شد ترکیب از فاکتورگیری مربع یعنی هم فاکتورگیری ما رفتیم هم اتحاد مربع تجزیه کردیم با تجزیه اتحاد مربع رفتیم بگیر رسیدیم یعنی در از هر این شده فاکتورگیری مربع فاکتور یکی که بی صورت تجزیه شد مربع که این یکی خوش تجزیه اتحاد مربع کنه نوشته باشه اینو دقت بیم بعدیش نگاه بکنیم ب گفته سه آرو ب سه آر سه ب منوی دوازده تا آ بیسه به اضافه آ بتوان سه بی بتوان سه خب اینو فکر کنید خب اگر تلاوی رو تجزیه بکنیم اول اینکه نگاه بکنیم بچه این دوتا عدد داره ولی این یکی پس میتونیم بگیم که آها فعلا از لحاظ عددی اون چی نمیتونم جمع بیسم چرا چون صداش اون یکی یکی یکیش یکی دیگه این نفسی یکی تاثیر نداره دیگه اونی هم هرچی بخوام باشه هر چوری ما نمیتونم حالا ما هم این بیسیم ای سه داریم ای یک داریم ای سه داریم اونی که کمتر همشه ای یک بی یک داریم بی سه داریم بی سه داریم بی یک حالا زیر همه هم بذاریمش خب بی با بی خط بخوره ای با ای میشه آدو سه تا آدو این یکی ای با ای
بی و بی دوازده تا بی دو این یکی A با A دو تاش میمونه M دو تاش میمونه A دو بی دو این خب بچه متاسفانه الان این الان این چون یک داخل شد اونا دوازده سه هم این دیگه هیچ تجزیه برای ما حساب نمیشه دقت کنید هیچ تجزیه برای ما حساب نمیشه خب دلیلش هم این بود که بچه اینجا یکی اگر اینجا ممکن مثلا سه بود ممکن ما بتونیم یک کاری ازش انجام بدیم اگر سه بود حالا بذاریم ببینیم سه با سه عددش بدیم سه میتونه مثلا تجزیه بشه خب اینا مثل مثلا سه آ دو دوازده ده دو به اضافیه سه تا آ دو ده دو از سه که فاکتور بگیرم میشه آ دو منهای دوازده منهای چهار به تمام دو به اضافیه این از سه فاکتور بگیرم میشه آ دو به خب بچه این رو میتونید بنویسیم سه آیه منهای بی به تمام دو خب اگه این هم آگه صورت میرسیمش اولی به تمام دوش آدو دومی به تمام دو میشه به دو نه بازم مشکل پیدا میکنه و متاسفانه با سه آورده نکنه نداریم خب بچه ها قهر یه تجزیه میشه دیگه شما رای نداریم یعنی به همین صورت میشه تجزیهش کنیم ما سه آورده کنم بیترم تجزیهش کنم با قرمش رو که این فقط یه تیکهیه، یه قسمتیه، دیگه گردی نه ما راهی براهش نداره بکنم همون تیکه تجزیه اولیشه چون بشه اون قسمت دوم شما هیچ راهکاری نمیتونید داشته باشید که بتونی اینه تجزیه بکنید یعنی هیچ راهی برای این باقی نمیمونه پس بنابراین بچه ها از این فقط ما یه فاکتور گیریمی آبه ای داشتیم که تبدیل های به این یکی خب یکی دیگرش از این میگه بچه ها بازم داریم گفته که این یکی x دو y دو منهای چهار x y به اضافه چهار بچه این یکی خب بچه سه تا جمعیه بگید اصلا فاکتور گیری نمیتونه انجام دارش بدیم به خاطر که داره اینا عدد نی خب داخل این ایکس ایگرگ نی بنابراین کیافت اینا به مربع توان دو ایده که ور بهت بزنید اول جمع چهار هم بگیریم اینا منفی بدیم آقا این چه اتحاد مربع خالی شما الان این بزنید اتحاد درسیم به او میرسیم اینا اصلا قسمت هی حرکتی خب بچه قسمت این یکی آ به تمام سه قسمت دار دارم نکنم منهای دو آ دو به اضافه آ خب بچه نگاه بیدیم کنیم یه لحظه این تو ستا شما آ داریم عدد نه این تو ستا شده آ داریم تو از این آی فاکتور بگیریم یه دونه قابل از اینچه آ دو یه دونه قابل از اینچه منفی دو آ یه قابل از این کنم میشه مثل دیگه یعنی برای یک آ ساده از میکنم این کنم چی یک این کنم یه آ میشه منفی دو آ این هم کنم میشه آ دو پس دیست بچه پس آ رو بینیسیم بچه این یکی دیگه میشه مربع توانش میفته آ جزش بگیریم یک منفی هم بدن خب این چه شد؟ این هم شد فاکتور گیری و مربع این هم با این روش کنه از بسش
خب بچه این قسمت نگاه بکنیم قسمت جد جد محمد شفته آ جد جد واقعا مهم هست آ ایکس به اضافه یک به اضافه بی ایکس به اضافه یک به توان دو خب این رو تجربه کنیم حالا یه نفر رو بگوی چند جمعه آقا بچه این چند جمعه بله آقای آقای بچه همه تو فعال نیست اینا بس اون نمیه تو سنه اکبرزاده چیزی که نمشتون بالا اونا قسمت ج بله دو جمله خب بچه این دو جمله که بیشتر کفش به چی میخوره؟ میتونه مزدوج باشه؟ تجزیهش؟ تجزیهش میتونه مزدوج باشه؟ آفرین تجزیهش مزدوج نیم خب آقای برنامه میگه بله آقا مزدوج باید یکیش مثبت باشه یکیش منفی باشه نمیتونه خب آقای خبیر باید کار بکنی دارم میگم باید کار بکنی اگر نخیم کار بکنی فایده نداره بالاخره باید کار بکنی باید تلاش بکنی ازش نمیفهمید دلیلش هم اینه که شما کاری بکنی حالا اینه که ما الان نفهم فرض مثلا اسکایروم نمیفهمی اون فیلمی که برای تو فرستادم که میفهمه که اونو چرا باز نمیتونی بخونی آقای اکبرزاده مربع نیست چرا مربع نیست؟ چون این مربع باشه باید سه تا جمله باشه نه دو جمله کنه آقای خبیر تأکید میکنم فیلمایی که ما برای تو میفرستم حتما باز کنین بخونین تمام نکات توش گفته شده خب بله دیگه وقتی نمیشه چی؟ میدونم همه میگن حضوری خیلی خوبه ولی خب حضوری وقتی قراره که انجام نشه بالاخره باید غیر حضوری تلاش خود بکنیم مثل بکیه بکیه هم دارن تلاش میکنن دیگه بکیه تلاش میکنن شما هم تلاش بکنیم خب آقا این فاکتورگیریه نگاه بکنیم الان توی دو جمله ما آ و ب ندارم توی آ دارم توی این دارم توی ب دارم توی این دارم اما دفتر این ایکس به اضافه یک دارم توی این دارم پس پرانتز ایکس به اضافه یک میتونه مشترک باشه ولی کمشون این کمتره یعنی پس ایکس به اضافه یک با عنوان فاکتور حساب میکنم خب زیری میذارم بشه این باید کلا میره کنار آ میمونه به اضافه این اتوایی بره کنار یه دونش بره کنار یه دونه دیگه میمونه بعد در بی هم زر بشه میشه بی در ایکس به اضافه یک این میشه تجزیهش پس شد ایکس به اضافه یک در پرانتز آ به اضافه بی در ایکس به اضافه یک این میشه تجزیهش خب بچه یک قسمت دیگه هم داره با 25 x2 به اضافه 3 x 25 x4 به اضافه 3 x به اضافه 9 x2 این هم انجام بدیم یک هیچ رای هم نداریم
یعنی 25 39 سه تا شغل به یک بحث بده باشه دیگه، من به دو میتونه بحث بده باشه، مثلا به دو ای هست ولی دیگه بتاری به سه ای و ای هست ولی این و پنج ای هست ولی این بتاری ای و ای هست ولی این در افتاد خیلی کنید سه تاش به یک بحث بده باشه، پس یعنی به امیم نداره اما تو حروف میتونه داشته باشه. آقا ایکس چهار، ایکس سه، ایکس دو، کمتر همش ایکس دو خواهر این ایکس دو زیر همش بذاریم زیری هم بزنید زیری هم بزنید این دو تک با هم گره این دو تک میاره کنن یه ایکسی میمونه این دو تک بیاره کنن یه ایکس دوی میمونه پس میشه 25 ایکس دو به اضافه سی ایکس به اضافه نوی خالی ایکس دو تکرار میشه اما بچه برای بازه اطلاع مرمه بگیر باشه 25 کنه جهاز بگیر میشه 5 ایکس دو کنه جهاز بگیر میشه ایکس 9 کنه جهاز بگیر میشه 3 علاوه تنه مصفت میشه چون مثل که مصفت پس این هم شد چی؟ فاکتور گیری مربع یعنی ما هم فاکتور گرفتم هم باکتور مربع تونستم تجزیهش کنم این هم از این قسمت خب اما بچه ها صفحه ساعت چند اول خب یه در طبیه برداریم بچه ها صفحه همون 85 گفته که با تبدیل شماره 6 با تبدیل بی به منفی بی در اتحاد آب اضافه به طور 2 یعنی همون اتحاد مربع طرف دامه تساویزی را قابل بکنیم بچه هم خیلی بگه تا بگی که ما قبلا داشتیم آیه به اضافه بی به توان دو مساوی با آ دو به اضافه دو آ به اضافه بی دو حالا میگه بی را تبدیل بکنیم به منفی بی خب اگه همچه اتفاقشون گفته اینطوری میشه دیگه آ منهای بی به توان دو آ دو سر جاش اینجا بیش منفی به این مثبت میشه منفی منفی دو آبه اون از چون دوره دو بیسه تاثیر توش نداره میکنم یک جاش میشه بس این میشه جواب این هم از شوالی شیشه خب پس پنج و شیشه بچه کامل مقدرات رو حل کردم شماره چهار هم حل کردم شماره 3 که دیگه اتحاد ساده ایه شما خودتون میتونه حلش بکنید مشکلی ندارید شماره 1 قسمت جد رو نگاه بکنید ممکنه برای تو مشکل باشه یک قسمت جد این حل میکنم یک قسمت جد خب بشه گفته که x به توان m منهای 1 در x به توان m منهای خب بچه دو جور ممکنم اینو حل بکنم دقت بکنید هم میتونم با اتحاد مربع حلش بکنم هم میتونم با ضرب حلش بکنم خب دو تا راه رو براتون میرم اول با ضرب بعد با اتحاد مربع با ضرب میبرم اینو در این ضرب میکنم میشه بچه نگاه کنید x m ضرب در x m پایه ها برابر تو مما یه ام به اضافه یه میشه دو تا میشه ایس به توان دو تا خب اولی در دومی میشه منفی یک ایس به توان دومی در اولی میشه منفی یک ایس به توان اینا در این ضرب کنم شما مثبت یک بچه این دو تا رو بتونی جمع کنیم اولی خوش ایس به توان دو ام منفی یک و منفی یک میشه منفی دو تا ایکس به توان ام مثبت یک این با ضرب رفت اینجا راه نشد حالا اگر تو با اتحاد برابر کنی اینجا میشه ایکس ام منهای یک به توان دو چون دو بار برابر کنی طرف ضرب داره خب اتحادش میشه چی؟ میشه اولی به توان دو میشه ایکس ام و دو تو هم ضرب کنی میشه دو ام مربع دومی میشه مثبت یک بره آخر حالا دوباره رو اولی درد میشه یک ضرب منهای یک
دو برابر میشه منفی دو ایکس به معنی هم میرسه الان این با این یک کیلو چند هیچ فرقی نمیکنه یعنی هم با روش اتحاد رفتون جوابتون میرسه بردن هم با خاصیت ضرب رفتون به جواب رسیدون دو تاش هم هیچ فرقی نمیکنه اینم از یک قسمت خب حالا یک کسی سوال داره سوال بکنه اگه سوال کسی داره سوال بکنم خب بچه هفت تا وقت داریم اگه کسی سوالی داره چیزی داره مطرح بکنم کسی سوال نداره؟ بچه ها کسی سوالی نداره؟ از یه تمرین که مالا حل کرده کسی مشکلی سوالی چیزی نداره؟ بچه ها دقت بکنید شماره دو قسمت در را می نویسیم نگاه کنید بالا چهار ایکس ایگرگ اینجا سه ایکس ایگرگ یه زاویه نادرست ساخته اینجا هم تعریف میشه خب چه سوالی کرده گفته مبین و مساحت خب بچه هم مبین که این شکل گفتیم پیدا کنیم هم مساحت باشیم خب بچه اگر این چهار ایکس ایگرگ باشه این تیفیکا چهار ایکس ایگرگ خب اگر این سه ایکس ایگرگ یه هم سه ایکس ایگرگ خب اگه بخوام محیطش رو درست بیارم خب بچه اول رو بعد این رو پیدا کنم بعد این رو پایی جمع کنم تا بچه کلی ای بعد ای به اضافه ای به اضافه ای به اضافه ای چه محیطش پس حالا باید این رو بگیرم مثلا فرض کن کار مثلث کارگزاری هست با رابطی فیثاغورس بخوام چکار کنم این رو درست کنم بچه ها اگر قرار ما حلش کنم وقت میخواد ممکن چکار کنم اول مساحت چه حساب کنم مساحت چه حساب کنم بعد محیط چه حساب کنم بعد هم کلن او چی که میخواستم ولی اول با فیثاغورس ما برم حتما بچه اینو به درست کردم خب این میشه بهتره این بهتره میشه پنج ایکس ایگرگ به توان دو برابر با 6 ایگرگ به توان دو به اضافه ای کار کنم خب بچه بیم چکار بکنیم به توان دو برسیم بگیم 25 x 2 ایگرگ 2 مساوی با 9 x 2 ایگرگ 2 مساوی با کار شد خب این کار دو برسیم برای بود رو بگیم تنها بشه کار دو چه چی میشه 25 x 2 ایگرگ 2 منای 9 x 2 ایگرگ 2 پس کار توان دو میشه چند؟ 25 شدیم نوت ازش کم کنیم به چه x2 y2 شده مثل همه پس میتونیم جمع کرده باشه میشه 16 کار x2 y2 بچه یه جرد ازش بگیریم تا کار به دست کنیم جرد بگیریم میشه 4 جرد بگیریم توانه رو دوش بینه کنم خب چی به دست بردیم؟ کار 4 x y یعنی این کار کنه شده 4 x y خب بچه الان کنه ایچ خرج ها کنه این چهار دارم چه هشت دارم هشت دارم ایکسی دارم خب دیگه خیلی کار باز کنم الان اون محیط بخوام یه چهار ایکسی دارم اینجا دارم بچه یه هشت دارم اینجا دارم بشه دوازده یه سه دارم اینجا دارم بشه پونزده دارم یه پنج دارم اینجا دارم بشه بیست دارم بشه بیست دارم ایکسی دارم پس این میشه محیط این محیطش
حالا چه این مساحت ها چی؟ مساحت زوزنخه از ابتدایی رو میفهمم مجموع دو قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر دو. پس این چی چه؟ چهار تا ایکس ایگره با هشت میشه دوازده، میشه دوازده تا ایکس ایگره ضرب در ارتفاع سی ایکس ایگره تقسیم بر دو. این میتونیم ما این ساده کنیم چه شیش تا. پس چه شیش تا؟ شیش تا میشه هجده تا. و چه ایکس تو تو ایکس تو که ضرب میشه ایکس تو ایگره تو ایگره ضرب میشه ایگره. پس بنابراین این میشه مساحت، یعنی همون مساحت رو دست آوردیم همین هم محیط به دست آوردیم. اینو دقت بکنید، شما میتونید قسمت بعدش هم همینطور این ایرادش حساب کنید. خب آقای اکبرزاده، آقای حاجی‌زاده، آقای خازنچی، آقای احمدرضایی، این تمرین کیا نفهمیدن؟ این تمرین کلا حل کردیم؟ کیا این تمرین نفهمیدن؟ آه نفهمیدن، من فاتحی نفهمیدن، جمالی نفهمیدن. خب آخوا تقریبا چیزی فهمیدن. این باید توضیح دیدیم. خب بچه ها یه رقرار داریم، دقت کنیم به توضیحش. یه رقرار داریم نگاه بکنیم. اول که بچه این اومد دار، این اومد دار، این چهار ایکس ایگره بود که یک قسمت اصلی چه شما نداره اینه و اینه و اینه. خب بچه این یکی که ما ارتفاعش رو حذف کنم دقیقا اندازه ای و ای برابره. خب بعد هم اینجا بیارم ای و حذف کنم دقیقا چون مستقیلی ای و ای برابره. پس این چهار ایکس ایگره این همه. خب اما ما مشکل اون ایه بچه ها اینه که پیدا کنیم. خب مگنه یه مسلس خواهم زاویه از کلاس هشت ما چه میفهمیدیم؟ کرافتی که شامنز داریم، یعنی ای بهتر کنه چه به تر بکنه دو روشا مصایبا ای زل قایم بکنه دو روشا به اضافه یه زل قایم اینجا سوشتن یه کار بچه هر از پیخی داشتیم. حالا که ای پیدا کنیم به توانه دو میرسنی نشکی میشه، به توانه دو میرسنی نشکی میشه. حالا ای بردنی یه رو بکنم جمع تفرشش بکنیم، جمع تفرشش که کنیم 25 در مقایزش کرده به 16 ایگز و ایگرگ دو تغییر نمیدن. حالا جمع داشتیم توان دو که برداشت شده این بود، توان این دو که برداشت شده اصلا جذب میگیرد این شد. پس خود رو به دست کنید. حالا کلی اینه شما دارید چون چهار به شنجر و چهار به شنجر میشه هشت شد کلن میشه هشت شد. حالا کار ماس کنید. خب بگم آقا ایوان محیطی حسابی محیطش میشه دور داده داشت، یعنی میشه اندازه ای اندازه ای اندازه ای اندازه ای پاکش دارم کنید. خب چهار تا وسط ده هفت و پنج تا دوازده تا و هشت تا بیست تا این میشه محیطش. مساحتش هم حساب کنم میشه یک قاعده بود از کلاس چهار به این جایی داشتیم زوزنکه مسادش دیگه به دست میاد میشه یک قاعده به اضافه کل یک قاعده جمع چهار تا و هشت تا میشه دوازده، دوازده تا ایکس ایگره این شد سر ارتفاع میشه ارتفاع تو میشه ای سه ایکس ایگره تقسیم هر این رو سایه بکنیم میشه شیش، شیش رو میمیستیم تو سه به درد بکنیم چی میشه. حالا این ایکس ایگره هم خود ای زرش ایکسش تو ای زرش میشه ایکس رو ایگره تو ایگره زرش میشه ایگره دو پس که ایجده تو ایکس رو ایگره دو مساحت داشت. این هم از توضیحش که بذار تو چند دقیقه توضیحش ما دادیم بنا تو به چند دقیقه تو دو دقیقه. خب کیا فهمیدن؟ آفرین رضا پور دیگه ما سالی بله 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 آفرین. خب بچه ها موفق باشه انشالله. ما این تمرین رو براتون حل کردیم. بچه ها دقت کنید، سعی کنید تمرینه تون قسمت ها رو تو قسمت اتحاد سعی کنید دنبالش باشین، حل بکنین. فیلم هایی که براتون فرستادمه از دست ندین، حتما بخونینش تا انشالله موفق باشین. ما در خدمتتون هستیم انشالله. تا جلسه بعد به شما توصیه میکنم حتما وقتون از دست ندین، حتما بخونین، حتما کار بکنین، چون امتحانتون به چون حضوریه. موفق باشین انشالله. دست شما در مرشون بزنید. چی بزنید؟ این دفعه قرازیه بزنید؟